وایسا. این مرد مانع از مرگ چند صد مسافر و حریق قطارها شد. بیش از 1000 نفر تو قطار تندرو. چند روز پیش قطار کندرو با قطار تندرو در ایستگاه چیتگر برخورد و موجب مصدومیت چندین نفر می شود. اینجا به واگن سوم در واقع برخورد میکنه. خیلی نزدیک خانم بدین برخاش میکنم. این حادثه در ساعت پیک صبحگاهی رخ داد و همه حواس ها به سمت این حادثه بود. در این بین فداکاری این مرد که یکی از انتظامات مترو است مانع از یک اتفاق هولناک دیگر می شود. تقریبا هوا تاریک روشن بود. سردم بود، تاریک روشن بود، چراغش روشن بود و چراغش از دور دیدم. قطاری از سمت صادقیه با سرعت بالا به سمت ایستگاه چیتگر می آید. بین اون پل سبزه بودی و اون کانکت. بله. بعد جای محل نگهبانی شماست. بله. داشتم مسیر چک می‌کردم که دیگه تحویل بدم و برم. اما آقای ایزدی کاری میکند کارستان و با ورود به حریم ریلی و هشدار دستی به راهبر قطار اجازه برخورد قطار سوم را نمیدهد. من پریدم وسط ریل و چی گفتی؟ وایسا نیا. اگه وانمیستاد حتما به این قطار رو برخورد میکرد یا به جمعیتی که داخل حریم ریخته بودن. منو هوشیار کردن، نذاشتن که ما به قول معروف قطار سوم به اون دوتا قطار بخوره. خدا خیرش بده. آقا علیرضا کارش بیارزش نیست. آقا علیرضا به حرف شما گوش داد. در صورت که باید به حرف مرکز کنترل پاسخ بده. ولی نباید به حرف من گوش میکرد. در اصل هم مرکز کنترل. خداوند لطف حضرت زهرا بود تو این ایام فاطمیه. همکارانش به او گفتن چقدر حقوق میگیری که این کار را کرد؟ ماهی 5 میلیون با همه اضافه کار و اینا؟ با اضافه کار اینا خیلی بشه 5 دیدیست. به او این را هم گفته بودن که با این سرعت بالای قطار و امکان قطع شدن برق چرا جانت را به خطر انداختی؟ او در یک کلام گفته بود من این کار را با خدا معامله کردم. وظیفه شما بود این کار را بکنی؟ والا من وظیفه انسانی حکم که این کار را کنم. وظیفه ای نداشتم، میتونست اصلا خودش اصلا به خطرم نندازه. بالاخره زن و بچه دار بوده دیگه، میتونست بگی اصلا به من مربوط نمیشه. هرچه خدا میخوای خدا بهت بده. آرزو دارم که تو لباس مترو خدمت کنم. یعنی یه امنیت شغلی داشته باشم. خدا کنه مسئولین هم قدر این آقا رو بدونن که این همه زحمت کشیده جون 1000 نفر رو نجات داده. آقا ریزعلی خواجوی رو که میشناسید؟ بله. کیه؟ هم دهقان فداکار. خونده بودی داستانشو؟ بله. و این داستان ریزعلی مترو تهران بود. خب امثال آقا وحید فداکار تو کشورمون کم نداریم. امیدوارم که قطار زندگی آقا وحید همیشه رو ریل موفقیت باشه. انشالله. یوسف سلامی، خبرگزاری صدا و سیما.